بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز در ارتباط با دیولوپمنت هدنک است. قبل از اینکه بحث دیولوپمنت هدنک رو شروع بکنیم، لازمه یه مقدمه راجع به ناحیه سر و گردن خدمتون عرض بکنم. این مقدمه برمیگرده به جنین شناسی عمومی. خب در ناحیه سر و گردن ما سه تا منبع برای دیولوپمنت داریم، یعنی سه تا منبع سلولی. این تکامل در هفته چهارم جنینی صورت میگیره، به این ترتیب که از سه منبع سلولی سلول ها میان به طرف ناحیه سر و گردن آینده و باعث دیولوپمنت این ناحیه میشن. این سه تا منبع، منبع اصلی سلولی سلول های نورال کرست سلز. این سلول های نورال کرست در حین بسته شدن قسمت سری لوله عصبی، سلول های نورال کرست به طرف ناحیه سر و گردن میان، به این ترتیب که اگر در نظر بگیریم اینجا ناحیه سر و گردن آینده هستش، حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، لوله عصبی که اینجا داره شکل میگیره، فرض بکنیم رنگ آبی لوله عصبیه. میدونید در جنین عمومی هم مطالعه کردید که هنگامی که لوله عصبی بسته میشه، سلول هایی در لبه چین عصبی تحت عنوان نورال کرست شکل میگیرن که این سلول ها باید مهاجرت بکنن. سلول هایی که در قسمت های فوربرین و میدبرین و بخشی از هایندبرین هستن، اینها مهاجرت میکنن، از لوله عصبی حرکت میکنن به طرف نواحی بدن از جمله ناحیه سر و گردن. و این سلول های نورال کرست که با این فلش های سبز رنگ نشون دادم، یک منبع سلولی بسیار مهم هستند برای ناحیه سر و گردن. منبع دوم سلولی سلول های پاراکسیال مزودرم هست، مزودرم، که اینها سلول هایی هستند که باز تو جنین عمومی خوندید، اینترا امبریونیک مزودرم، بخشی که نزدیک نوتوکورد هست، یعنی خط وسط بدن، بهش میگیم پاراکسیال، که شامل سومیت ها و سومیتومر ها هستند، که هم سومیت ها و هم سومیتومر ها میان در تشکیل سر و گردن شرکت میکنن. و بالاخره آخرین منبع که یه مقدار تعداد سلولاش نسبت به منابع اول و دوم کمترن، لترال پلیت مزودرم هست. لترال پلیت مزودرم، مزودرم صفحه جانبی. اون دوستایی که یادشون نیست، ببینید من این دوتا سورس رو با یه شکل ساده نشون بدم. ببینید اگر جنین عمومی رو در نظر بگیریم، این نوتوکورد هست، مزودرم پاراکسیال، مزودرم اینترمدیت و مزودرم صفحه جانبی. نوتوکورد، ببینید مزودرم پاراکسیال اینجا با پی مشخص کردم، این سورس دومیه. لترال پلیت این قسمته که خودش میشه یه لایه سوماتیک، یک لایه احشایی، اینو بهش میگیم لترال پلیت. اینم مزودرم اینترمدیته. خب پس دو بخش از مزودرم داخل رویانی، یعنی بخش پاراکسیالش که میشه سومیت و سومیتومر، و بخش لترالش میاد این سورس سلولی سوم رو برای ما درست میکنه. حالا پس سه منبع سلولی برای ناحیه سر و گردن وجود داره، یعنی بجز این نورال کرست این دو منبع هم وجود داره. حالا سلول ها اومدن به این ناحیه، یعنی به ناحیه سر و گردن، با سه منشأ مختلف. وقتی وارد سر و گردن میشن، این سلول ها باید تبدیل بشن به استخوان، تبدیل بشن به عضله و یه تعداد ربات. برای اینکه استخوان ساخته بشه، به دو طریق استخوان سازی در ناحیه جمجمه صورت میگیره. یک استخوان سازی اینتراکوندراله و یا اندوکوندراله، به یک استخوانسازی اینتراممبرانوس، یعنی داخل غضروفی، داخل غشایی. یعنی چی؟ توی بابشناسی عمومی خوندید
ببینید اگر من یه تعداد سلول مزانشیم داشته باشم، یعنی فرض کنید از همون سه تا منبع سلولی، حالا نوع منابعش رو مشخص نکردم، ممکنه یه تعداد نورال کرست باشن از این دایره ها، یه تعداد مزودرم داخل رویانی بخش پاراکسیال، یه مقدار مزودرم لترال پلیت که کلن ما بافت همبند جنینی رو میگیم مزانشیم، سوای منشأش میگیم مزانشیم. ممکنه منشأ نورال کرست داشته باشن اینا، لترال پلیت باشن یا پاراکسیال. خب این منابع سلولی اومدن این مزانشیم رو ساختن به دو طریق، اندوکندرال یا اینتراکندرال. اندوکندرال هم میتونیم بگیم. ببینید اگر بیاد ابتداعاً یه قالب غضروفی برای من بسازه این سلول ها، ببینید اول اگر بیاد یه قالب غضروف کارتیلیج بسازه، بعد این کارتیلیج تبدیل بشه به یه استخوان، مثلا استخوان درشتینه یا تیبیا، فرض بکنیم این قالب اینجا هست، اینجا میشه بون، یعنی غضروف تبدیل میشه به بون. قبلا توی بافشناسی خوندید ما در همون دوره جنینی هم یک مراکز استخوانسازی در داخل این قالب غضروفی شروع میکنه به رشد کردن، این منابع بهش میگیم primary ossification center، فرض کنید نقاط سبز. بعد این قالب غضروفی، سلول های غضروفی کندروسیت ها تبدیل میشن به سلول های استخوانی، و وقتی که استخوان شکل گرفت بعد از تولد ما یک صفحه غضروفی فقط میمونه به نام اپیفیزیال پلیت که رشد طولی استخوان رو تا سن بلوغ یا گاهن حتی یه مقدار بعد از بلوغ هم به عهده داره. پس ما اول این بافت مزانشیم میشه غضروف، غضروف میشه استخوان، این میشه اندوکندرال. در جمجمه این تیپ استخوانسازی رو داریم، بیشتر در بیس یا قاعده جمجمه این اتفاق میفته. در نوع اینترامبرانوس ما این سلول های مزانشیم مستقیما تبدیل میشن به استخوان، یعنی دیگه این وسط واسطه غضروف حذف میشه. مثلا استخوان های پهنی که در طرفین و سقف جمجمه هستن، مثل صدف تمپورال، مثل پریتال، صدف فرونتال، صدف اکسیپیتال، از این نوع استخوانسازی استفاده میکنن. بنابراین نوع استخوانسازی در جمله اندوکندرال و اینترامبرانوس، ولی سورس سلولی ممکنه هر جوری باشه. فرض بکنید برای اونی که قسمت غضروفی ممکنه نورال کرست باشه، ممکنه پاراکسیال هم باشه. این هم یه نکته ای در مورد استخوانسازی که در جمجمه بود و صورت میگیره. خب با این دوتا مقدمه بریم سراغ بحث جمجمه. ببینید ما جمجمه رو تقسیم میکنیم به نوروکرانیوم از نظر جنین شناسی. میگیم نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم، یعنی جمجمه غضروفی چیز عصبی، بخش عصبی جمجمه، یعنی جایی که از مغز محافظت میکنه، نوروکرانیوم. و ویسروکرانیوم اینجا منظورمون استخوان‌های صورته. پس تقسیم میکنیم از جنین شناسی به قسمتی که استخوان‌های صورتن، یعنی ویسرو یعنی جمجمه احشایی، جمجمه عصبی. جمجمه نوروکرانیوم خودش تقسیم میشه به بخش غشایی یعنی ممبرانوس و غضروفی کندروکرانیوم. ممبرانوس کرانیوم یعنی این قسمت عصبی میشه غشایی و غضروفی. ببینیم منظورمون چیه. من فارسیش هم کنارش می‌نویسم، یعنی این بخش غشایی، این بخش غشایی میشه این بخش غضروفی.
اینجا این اسامی اشاره میکنه به نوع استخوانسازی، کاری به منبع سلولی نداره. یعنی این قسمتی که کندروکرانیومه، یعنی استخوانسازیش به طریق داخل غضروفیه، یعنی مزانشیم میشه غضروف بعد استخوان. در این قسمت ممبرانوس یعنی مزانشیم مستقیما میشه استخوان. قسمت‌های طرفین و سقف جمجمه از این نوع استخوانسازی استفاده میکنن. قاعده جمجمه یعنی بیس جمجمه از این نوع. خب با این توضیح ببینید، اگر من بیس جمجمه رو برای شما با یه شکل ساده بکشم، اینجا رو ببینیم سوراخ مگنومه، سوراخ بزرگ جمجمه، و اینجا هم استخوانه. من استخوان اسفنوئید رو با یه شکل ساده بکشم، اینجا هم جایگاه غده هیپوفیزه، این قسمت استخوان فرونتاله، اینجا اکسیپیتاله. ببینید من اگر یک خط فرضی افقی رسم کنم که از وسط حفره هیپوفیز عبور بکنه، کف جمجمه رو میگم قسمت پرکوردال، این قسمت جلو میشه پرکوردال، این قسمت عقب میشه قسمت کوردال. یعنی از این خط فرضی به عقب میشه کوردال، از این خط فرضی به سمت جلو میشه قسمت پرکوردال. کل این ناحیه استخوانسازیش به طریق داخل غضروفیه، اما منابع سلولی فرق میکنه. یعنی این قسمتی که جلو این خط فرضی من هست، سلول هایی که اونو می سازن منشأ نورال کرست دارن. سلول هایی که این قسمت کوردال می سازن از پاراکزیال مزودرمن، سومیت های اکسیپیتال هم. اکسیپیتال سومایت که جز مزودرم پاراکزیال هم. می دونید که پاراکزیال تقسیم میشه به سومیت و سومیتومر. ولی ببینید سورس سلولی فرق میکنه، ولی هر دو سورس با نوع داخل غضروفی استخوانسازیشون رو انجام میدن. خب الان بیس جمجمه رو گفتیم، حالا طرفین و سقف. طرفین و سقف عمدتاً با داخل غشای استخوانسازی میشن و بیشترین سلول هایی که شرکت میکنن برای این بخش غشایی از نوع نورال کرستن. تعداد کمی سلول های مزودرم پاراکزیال هم ممکنه در اونجا نقش داشته باشن، ولی بیش از 90% از نورال کرسته. ولی استخوانسازی دیگه داخل غضروفی نیست، یعنی مستقیما سلول ها تبدیل شدن به استخوان. ویسروکرانیوم یعنی جمجمه احشایی، عرض کردم که من منظور قسمت استخوانی، قسمت صورته. اینجا هم میتونیم تبدیل بکنیم به قسمت ممبرانوس و قسمت کندرو یا قسمت غضروفی. قسمت غشایی تمام استخوان‌های صورت به طریق داخل غشایی استخوانسازی انجام میدن و سورسشون هم نورال کرسته. این یه نکته. قسمت داخل غضروفی ببینید اینجا استخوان ساخته نمیشه. نکته مهم همینه. ببینید نکته بسیار مهمیه. در صورت به طریق داخل غضروفی استخوانی ساخته نمیشه تو استخوانهای صورت. پس چرا میگیم کندرال؟ ببینید این یه تیکه از لترال پلیت مزودرم ساخته میشه. مزودرم صفحه جانبی، فقط مزودرم صفحه جانبی، این تیکه‌ای که غضروفیه در صورت. خب کجای صورته؟ این اشتباهاً ما صورت نیست، یه ذره بیایم تو گردن، ما اینجا غضروفهای حنجره رو داریم. غضروفهای حنجره در واقع از مزودرم لترال بودند، یک نکته لترال پلیت. نکته دوم این سلولای مزانشیمی اومدن تبدیل شدن به غضروف، ولی دیگه از غضروف تبدیل نمیشوند به استخوان. متوجه شدید؟ این خیلی نکته مهمیه، برای همین بهش میگیم اندوکندرال. اما دیگه استخوانی ساخته نمیشه مگر در مورد پاتولوژی، که اونم که در دوره جنینی اتفاق نمیفته. پس لترال پلیت در صورت، کلن لترال پلیت در صورت و جمجمه فقط غضروفهای حنجره رو میسازه، اونم
یه دونه از غضروف های حنجره رو نمیسازه که استثناء هست، اونم عضله ببخشید غضروف اپیگلوته که بعداً توضیح میدم اون از کجا ساخته میشه. پس تمام غضروف های حنجره از این لترال پلیت به جز غضروف اپیگلوت، و این هم در مورد این تقسیم بندی که در اینجا داریم. حالا ببینید ما این استخوان های جمجمه وقتی که ساخته شدند به هر طریقی توسط یه تعداد درز هم وصل میشن که توی آناتومی استخوان های جمجمه خوندیم. ببینید ما توی آناتومی جمجمه خوندیم که اگر جمجمه رو در نظر بگیرید از بالا این استخوان فرونتال، اینجا استخوان های پریتال و اینم اکسیپیتال، از بالا داریم سقف کاسه سر رو نگاه میکنیم. ما اینجا توی آناتومی یه درزی داریم، درز کرونال، درز میدساجیتال و درز لامدوئید. در محل تلاقی درز کرونال با درز ساجیتال اینجا یه نقطه رو داریم در دوره جنینی، یک ناحیه لوزی شکل به نام فونتانل. فونتانل قدامی، بزرگترین فونتانل در مرز بین درز ساجیتال و درز لامبودوئید، هم یک ناحیه مثلثی داریم به نام پوستریور فونتانل. این فونتانل ها در هنگام تولد میدونید که استخوانی نیستن، یه ناحیه نرمی هن که قابل لمس هم هستن که چند تا کاربرد دارن. اولا این که ما استخوانهای جمجمه در دوره جنینی نباید کاملا و هم جوش بخورن، به چند دلیل. یکی این که در موقع زایمان های طبیعی این استخوانها باید یه مقداری روی هم اوورلپ پیدا بکنند، حالت آکاردئونی. ببینید اگر سر جنین، چون بزرگترین قسمت جنین در حین زایمان، وقتی که از کانال واژینال عبور میکنن این استخوان‌ها باید یه ذره روی هم بلغزن که سایز سر کوچیک‌تر بشه و بتونه از کانال زایمان عبور بکنه، و وقتی که اون فشار برداشته بشه برگردن سر جای خودشون. این یک کاربرده. ولی مهمتر از اون اینه که چون رشد مغز تا 2 سال بعد از تولد هم ادامه پیدا میکنه، اگر قرار بود این استخوان‌ها جوش میخوردن در دوره جنینی، ما مغزمون رشد نخواهد کرد بعد از تولد. در بعضی از ناهنجاری ها، مثل بعضی از جنین هایی که میکروسفالن یا ناهنجاری های دیگه که عرض میکنم، زودتر از موعد اگر این جوش ها، این درزها به هم جوش بخورن، ناهنجاری هایی که ممکنه هم از نظر ظاهری و زیبایی به وجود بیارن و همین که از نظر منتالیتی و آیکیو. بنابراین این دو تا کاربرد ما. حالا کاربردهای کلینیکال دیگه ای هم وجود داره، مثل اینکه بعد تشخیص بعضی از بیماری ها بعد از تولد، یا اینکه بعضی از تزریقات در موارد اورژانس ممکن است از طریق فونتانل ها توسط متخصصین انجام بگیره. خب این فونتانل ها بعد از تولد بسته میشن، اول فونتانل خلفی زودتر بسته میشه، بعد فونتانل قدامی. گاهی ممکنه این درزها زودتر از موعد بسته بشن، مثلا درز ساجیتال اگر زودتر از موعد بسته بشه اسکاف و سفالی به وجود میاد، یعنی قطر قدامی خلفی جمجمه افزایش پیدا میکنه. اگر اینجا انتریور باشه این پوستریور، بهش میگیم اسکاف و سفالی. اگر درز کرونال زودتر بسته بشه، جمجمه ارتفاع زیادی پیدا میکنه، حالت کله قندی پیدا میکنه، در واقع تاور اسکال بهش میگیم، جمجمه تاور اسکال. اگر درز کرونال یه طرف زودتر بسته بشه، ببینید فرض کنید از بالا نگاه بکنیم جمجمه رو، ببینید این مدلی میشه، یعنی یه طرفه، این الان انتریور، این پوستریور، این فرض بکنیم چشم ها باشه، ببینید یک عدم تقارن وجود داره، یعنی یه طرف پیشانی میاد جلوتر نسبت به طرف مقابل، بهش میگیم پلاجیوسفالی. پس زودتر از موعد بسته شدن درزها هم میتونه یه سری ناهنجاری هایی از نظر حتی زیبایی هم توی جمجمه برای ما به وجود بیاره.
حالا میریم با توجه به این بحث استخوانشناسی جمجمه که خدمتون عرض کردم، میریم سراغ دیولوپمنت خود سر و صورت. ببینیم سر و صورت چجوری دیولوپ پیدا میکنه. برای اینکه این قسمت رو یاد بگیریم، من برمیگردم به جنین در انتهای هفته سوم. دو تا تصویر ساده رو میکشم، یکی از نمای لترال یعنی از نمای جانبی. در اوایل هفته چهارم به تدریج یک برجستگی هایی در طرفین گردن آینده و صورت آینده شکل میگیره که به اینها میگیم فارنجیال آرک. فارنجیال آرک یعنی فارنج یعنی حلقی، آرک یعنی قوس یا کمان. کمانهای حلقی که تعداد اینها پنج تا هست، کمان اول، دوم، سوم، کمان پنجم یا شکل میگیره یا اگر شکل بگیره خیلی زود از بین میره، ولی عددش رو نگه میداریم. پس میشه 1, 2, 3, 5 رو نمی نویسیم چون وجود نداره دیگه، یا اصلا شکل نمیگیره. 4 و 6، خب این کمانهای حلقی اگر از نمای لترال نگاه بکنین به این شکل دیده میشن. مرز بین هر کمان رو با کمان دیگه بهش میگیم کلفت، یعنی شکاف. پس کمان حلقی، شکاف حلقی. ببینید 1, 2, 3, 4 تا شکاف در نمای طرفی. این شکل الان ممکنه یه ذره سخت باشه. من میام همین جنین رو در نظر بگیرید، نمای لترال فرض بکنید، دارید از نمای لترال نیمرخ منو میبینید. حالا من برمیگردم جنین رو روبروی شما میذارم و شکل اونو میکشیم. ببینید اگر جنین رو از نمای روبرو نگاه کنیم در این زمان، اینجا دهان آینده است، استومودئوم یا دهان آینده. کمان اول به واسطه دهان به دو تیکه تقسیم میشه. این کمان دوم، سوم، چهارم، اینم کمان ششم و بعدم اینجا ناحیه تنه جنین میشه. این استومودئوم یا دهانه. خب برجستگی هایی که لنس پلاکود بهش میگیم و بعد برجستگی هایی که بینی رو میسازند. حالا این دهان آینده هستش، یعنی این یه تیکه. نسبت به این دهان برجستگی که در طرفین هست اینا میشن ماگزیلاری، برجستگی که در پایینه میشه مندیبولار در طرفین. پس دهان اولیه، کمان اولو به دو تیکه، یعنی ببین اینجا هم عدد 1 و اینجا می‌نویسم هم عدد 1 و اینجا. در نمای لترال این خوب دیده نمیشه، این قضیه، یعنی یه تیکه اینجا میفته یه تیکه. یعنی شما این برجستگی ها در ناحیه گردن هستش. به عبارت دیگه ببینید گردن ما اینطوری صاف نیست، ما یه سری برجستگی هایی در این ناحیه داریم که یه شکاف های اونا رو از هم جدا میکنه، که حالا توضیح میدم در ادامه چجوری اینا صاف میشن و به شکل این گردن فعلی در میان. پس این در مورد کمانهای حلقی. حالا ببینید توی این کمانها، یادتون هست گفتم سلولهای مزانشینی با منابع مختلف مهاجرت میکنن. از مهمترین منابعمون نورال کرست بود. من این سلولهایی که مهاجرت میکنن رو خدمتتون اینجا با نقطه چین نشون میدم. از کجا می اومدن؟ از این جایی که مغز بود دیگه، داشت شکل می گرفت این سلول ها. حالا هر کمانی بعداً از همین بافت عصبی یک عصب به داخلش رشد می کنه. من اعصابو به این شکل در واقع می کشم، یعنی به جز سلول ها یه سری اعصاب از مغز رشد می کنن به داخل این کمان ها. کمان اول عصبش میشه عصب زوج 5 تریژمینال. کمان دوم عصب فیشیاله. من شماره عصب کرانیالو میزنم، تریژمینال میشه شماره 5، فیشیال شماره 7،
کمان سوم عصب گلوس و فارنجیاله و کمان چهار و شیش عصب واگه. ببینید یه شاخه کشیدم عصب واگ، بعد دو تیکش کردم. پس هر عصبی، هر کمانی عصب خودشو داره، هر کمانی هم صاحب یه شریان میشه که حالا ما امروز روی شریانش بحث نخواهیم کرد. یعنی هر کمان یه تعداد سلول داره، یه عصب مخصوص خودش و یه شریان مخصوص خودش. به این ترتیب این کمانهای حلقی شکل میگیرن در طرفین جنین، طرفین گردن آینده، و در داخلشون یه سری سلول مهاجرت میکنند که عمدتاً گفتی نورال کرست، اعصابی از شبکه از بافت مغز به داخل اونها رشد میکنه و شریان ها هم به این ناحیه مهاجرت میکنند. خب فعلا این شکل که کشیدم خیلی تشابه به انسان نداره. حالا درسته اونجا برجستگی های چشم و بینی رو کشیدم، میخوایم ببینیم که چه چیزایی رو به وجود میارن. بحث الانمون در ارتباط با اینه که این سلول های مزانشیمی توی این کمان ها که مهاجرت کردن چی رو به وجود میارن. این سلول هایی که اومدن توی این کمان ها یه تعداد استخوان رو میسازن، یه تعداد عضله رو در هر کمان، که در اینجا دانش آناتومی سر و گردن خیلی به کار ما میاد و به شما کمک میکنه، و برعکس دانش جنین شناسی میتونه اونور به آناتومی سر و گردنتون کمک بکنه. خب بریم ببینیم چجوری این ساخته میشه این کمانها. اگر یک نیمرخ رو بکشیم ببینیم چه بخش هایی از بدن ما رو این استخوانها میسازن. ببینید ما اگر نیمرخ یه نفر رو در نظر بگیریم، حالا با به شکل سریع بکشیم، کمان اول گفتیم که به واسطه دهان میشه یک برجستگی ماگزیلاری در بالای دهان، برجستگی مندیبولار در پایین. ببینیم برجستگی مندیبولار کمان اول در بدن ما چه استخوانهایی رو میسازه، چه استخوانهایی ساخته میشه. ببینید استخوان ماگزیلا، استخوان زایگوما، حالا یه شکل مثلا معرف زایگوما، صدف تمپورال، زایده زایگوماتیک تمپورال، صدف تمپورال، بخش تیمپانی که بخش تیمپانی که استخوان باز تمپورال، همه اینها از برجستگی ماگزیلاری ساخته میشن. یه بار دیگه میگم، ببین خود پرماگزیلا که بعد میشه ماگزیلا، زایگوماتیک، تمپورال، صدفش، زایده زایگوماتیکش، بخش تیمپانیکش، منهای زایده استیلوئیدش. زایده استیلوئید رو نمیسازه، زایده استیلوئید از کمان دومه، این یه استثناست که مهمه. همه اینها از مزانشیم برجستگی ماگزیلاری ساخته میشن، این استخوان‌ها در بدن ما. اما برجستگی مندیبولار، اونم کمان دوم دیگه، اون چیو میسازه؟ ببینید ابتداعا از این برجستگی یه غضروفی ساخته میشه، یه غضروفی ساخته میشه به نام غضروف مکل. من می‌نویسمش مکلز کارتیلیج. یه قالب غضروفی ساخته میشه به اسم اون کسی که اول تعریف کرده، گذاشتن مکل کارتیلیج، غضروف مکل. این غضروف مکل الان شد یه قالب. بعدن اگر این غضروف رو به بخش خلفی، میانی و قدامی تقسیم بکنیم، بخش خلفی غضروف مکل میاد تبدیل میشه به دو تا از استخوانچه های گوش میانی، یعنی استخوانچه چکشی و استخوانچه سندانی. من اینجا اینو بکشم، استخوانچه چکشی
و بعد سندانی، بخش خلفی غضروف مکل. بخش میانیش میگه یک لیگامانی میسازه به نام اسفنومندیبولار و لیگامان مالئولار قدامی، انتریور مالئولار. این لیگامان هم تو بافت گوش میخونی، تو آناتومی گوش، لیگامان چکشی قدامی، لیگامان اسفنومندیبولار تو سر و گردن خوندید. پس این دو تا از استخوانچه، این قسمت خلفی غضروف بود، شد دو استخوانچه. قسمت میانی غضروف میشه دو تا رباط. ما بقیه غضروف مکل تحلیل میره، در بدن ما چیزی رو نمیسازه، اما یک قالب میشه که استخوان مندیبل بعدن دور اون بزنشیم جمع میشه، تبدیل میشه به مندیبل، مندیبلی که شما توی آناتومی میخونید. ببینید، پس اون چه که از غضروف مکل در بدن ما باقی مونده این دو استخوانچه چکشی و سندانیه و این دو لیگامان. مندیبولار بون یا استخوان فک پایین مزانشیم اطراف غضروف مکله، در اینجا غضروف مکل در قسمت قدامی از بین رفته، مندیبل از مکل نیستش دیگه. خب این استخوانهایی هن که از کمان اول و دوم شکل میگیرن. حالا کمان اول، ببخشید، کمان اول از مگزیلاری پرومیننس و مندیبولار پرومیننس، هنوز چون کمان دومو نگفتم. اما چه عضلاتی از کمان اول ساخته میشن؟ ببینید، توی سر و گردن شما خوندید که عصب کمان اول عصب تریژمیناله، عصب شماره 5، پنجمین عصب کرانیال. این عصب یک شاخه حرکتی فقط داره و اون شاخه چی هستش؟ شاخه اینفریور آلوئولاره، که این خودش از شاخه مندیبولار عصب تریژمیناله. یا شاخه ویسه، یادتونه تریژمینال میشد سه شاخه، افتالمیک، مگزیلری و مندیبولار، سه شاخه. اصلا اسمش هم به خاطر همینه، مندیبولار نرف. شاخه افتالمیک و مگزیلری کاملا حسی هن، مندیبولار تنها شاخه که حسی حرکتیه. از این شاخه های مندیبولار هم یه دونه شاخش فقط حرکتیه. اینفریور آلوئولاره و از تنش هم البته شاخه های دیگه هم هست. از البته ببخشید، اینفریور آلوئولار از تنه خلفیشه. ما اگر اصلاح بکنیم این رو، میگیم مندیبولار که حالا هم از تنش شاخه حرکتی داریم. اینو یه اصلاح بکنم از نظر آناتومی، این فلور آلوئولار از تنه خلفیش فقط حرکتیه، ولی تنه قدامی عصب مندیبولار هم کلن شاخه های موتور رو داره. این رو من بچه ها اصلاح کردم، این فلور آلوئولار از تنه خلفیشه، تنه قدامیش عمدتاً شاخه‌های حرکتیه، شاخه حسی هم داره. ولی به طور خلاصه مندیبولار نرو یک شاخه حسی حرکتیه که شاخه‌های حرکتی یا از شاخه قدامیش جدا میشن یا از شاخه خلفیش، که حالا دیتیل و جزئیات رو تو سر و گردن میخونید. اینو اصلاح کردم. خب به چه عضلاتی عصب مندیبولار عصب میده؟ شما عضلات ماستیکیشن، عضلات جونده، شامل چی بود؟ شامل عضلای تمپورالیس، تریگوید داخلی، تریگوید خارجی، مستر، اینا می شدن عضلات جونده، این چهار عضله. دیگه چه عضلاتی رو عصب دهی می کرد؟ ببینید، این چهار تا عضله که عضلات ماستیکیشن هن، از اون شاخه قدامی عصب مندیبولار عصب می گرن. خود تنه اصلی عصب مندیبولار باز شاخه حرکتی داره. برای چه عضلاتی؟ برای دو تا عضله، تنسور تیمپانی. پس من این عضلات رو لیست میکنم. ببینید، عضلات ماستیکیشن که چهار تا بودن ماسل، عضله تنسور تیمپانی کشنده پرده سماخ،
به اضافه یه تنسور ولی پالاتینی. این باز شاخه حرکتی هستن، کشنده پرده سماخ، کشنده کامل نرم. دیگه چه عضلاتی؟ همین شاخه اینفریور آلوئولار که عرض کردم، این شاخه حرکتی از تنه قدامی عصب مندیبولاره. این میاد عضله مایلوهایوئید رو میده، به اضافه بطن قدامی عضله دیگاستر، انتریور بلی دیگاستریک. پس ببینید تمام اینها از تریژمینال کدوم شاخه؟ شاخه مندیبولار، یا از تنه قدامی شاخه مندیبولاره، یا از خود تنه اصلی عصبه، یا از تنه خلفی عصب مندیبولاره. به این ترتیب از این کمان اول استخوناش معلوم شد، عضلاتش معلوم شد، عصبش هم معلوم شد. کمان دوم، کمان دوم بچا بهش میگن ریچردز، اسم دیگه شه. این کمان یه تعداد باز استخوان و عضله باید بسازه. از استخوانچه های گوش ما یه استخوانچه موند اینجا، استخوان رکابی، این استیپس با رنگ سبز نشون میدم. از استخوان تمپورال یه زائده به نام زائده استیلوئید، زائده استیلوئید توی آناتومی خوندید، استیلوئید پروسس. بعد بخشی از استخوان هایوئید. کدوم بخش؟ ببینید من اینجا میام استخوان هایوئید. ببینید اگر از نمای روبرو نگاه بکنیم، استخوان هایوئید یا لامی دارای یه تنه، دو تا شاخ کوچیک و دو تا شاخ بزرگ. اگه در نظر بگیریم، ببینید این تنه استخوان هایوئید باشه، ببین اینجا بادیه، اینجا گریتر هورنه، شاخ بزرگ، و این دوتا کوچیکه این بالا لسر هورنه، شاخ کوچک. ببینید تنه رو من دوتا رنگ سبز و قرمز کشیدم. سبزه یعنی کمان دوم. کجا از کمان دوم؟ شاخ کوچک و نیمه فوقانی تنه هایوئید، نیمه تحتانی هایوئید و شاخ بزرگ رنگ قرمزه، از کمان سومه. پس یعنی هایوئید دو منشأ داره از دو کمان. حالا ما برگردیم اینجا ببینید زائده استیلوئید، استخوانچه استیپس. حالا از هایوئید در نمای طرفی اگر نگاه بکنیم، ببینید این تیکه از هایوئید کجا؟ یعنی نیمه فوقانی تنه. این زائده استیلوهایید هم که دیگامان استیلوهایید هم خواهیم گفت وصف میشه. ببینید این میشه استخوان هایوئید. در نمای لترال نگاه کنیم، این یه تیکش کمان سوم، این یه تیکش کمان دوم. یک رباتی استیلوئید رو وصف میکنه به هایوئید، بهش میگیم استیلوهایوئید لیگامنت. یعنی تو اینجا یه ربات ساخته میشه. خب جنبندی میکنیم چیا از کمان دوم، چه استخوان هایی؟ استیلوئید تمپورال، استیپس بون در گوش میانی، شاخ کوچک نیمه فوقانی تنه هایوئید، و بالاخره یک لیگامان به نام استیلو هایوئید، استیلو هایوئید لیگامنت. یه نکته رو اینجا من بگم، اینا استخوانهای کمان دوم بودن. استخوانچه‌های گوش دو تاشون یعنی چکشی و سندانی از کمان اول بودند، از قسمت خلفی میکل کارتیلیج، و استخوانچه رکابی از کمان دوم. این سه تا استخوانچه اولین استخوانهایی هستند که استخوانی میشوند در ماه چهارم. این نکته مهمی هستش. حالا
چه عضلاتی از کمان دوم ساخته میشن؟ خب کمان دوم اثرش چیه؟ اثر زوج هفت یا اثر فیشیال؟ توی سر و گردن خوندید کدوم عضلات اثرشون اثر فیشیاله؟ تمام عضلات فاشیال اکسپرشن یا عضلات میمیک صورت، اسامیشو بردید، فرونتو اکسیپیتال، مدور چشم، مدور دهان یا حلقوی دهان، عضله بوکسینیتور، لواتور لوی سوپریور، لواتور لوی اینفریور، لواتور انگولی اوریس، دپرسور انگولی اوریس، لواتور لوی سوپریور الکو نازی، رزریوس، تمام این عضلاتی که حالت دهنده و میمیک صورتن از عصب فیشیال هم. دیگه چه عضلاتی؟ سه تا عضله تحلیل رفته در اطراف گوش، اوریکولار قدامی، فوقانی و خلفی. باز دو سه عضله کوچکتر مونده، بطن خلفی دیگاستر و استیلو هایوئید. پس دیگاستر متوجه شدید از دو کمان منشأ میگیره، بطن قدامیش از کمان اول شاخه اینفریور آلوولار زوج پنج عصب میگیره، بطن خلفیش از عصب فاشیال. بنابراین عضله‌ایه که دو عصب داره توی آناتومی، به خاطر اینکه از دو جا از دو کمان عصب میگیره. و بالاخره یه عضله کوچک در گوش میانی به نام استپدیوس، یه عضله کوچک هست که در گوش میانی ما، در گوش میانی دو عضله داریم، دو عضله کوچک، یکی تنسور تیمپانیه که از کمان اول عصب میگیره، تریژمینال عصبش، و یکی از عضله استپدیوس که از کمان دوم یعنی از فیشیال عصب میگیره. این هم در مورد عضلات کمان دوم. بریم سراغ کمان سوم. بعد از کمان دوم کمان سومه. سلولای مزنشینی کمان سوم یه تعداد باز استخوان، یه تعداد عضله رو میسازند. استخوانی که ساخته میشه پیشتر من عرض کردم، یه بخش کوچیکی هست که شامل نیمه تحتانی تنه هایوئید و شاخ بزرگ هایوئید، فقط این دوتا رو میسازند، یعنی این دو بخش که عملا بخشی از استخوان هایوئیدن. و عضلاتی هم که میسازند، یه دونه عضله اختصاصا ساخته میشه توسط کمان سوم و اونم عضله استیلو فارنجیوس، استیلو فارنجیوس ماسلز، تنها عضله که توسط کمان سوم تو آناتومی هم میبینید که هر جایی که عصب گلوسوفارنجیال طی مسیر میکنه این عضله هم همراهشه. پس یه دونه عضله به نام استیلو فارنجیوس. کمان چهارم و ششم، کمان چهارم و ششم عرض کردم که دیگه استخوانی ندارن، یعنی سلولای مزانشیمی تا مرحله غضروف ساخته میشن. چه چیزی ساخته میشه؟ تمام غضروف های حنجره اینجا ساخته میشه، منهای غضروف اپیگلوت. اینجا غضروف های تیروئید، کریکوئید، آریتنوئید، کورنیکولیت و کونیفورم میشن در واقع توی آناتومی. این غضروف ها رو میسازند از غضروف های حنجره منهای غضروف اپیگلوت. از نظر عضله چه عضلاتی رو میسازند؟ عضلاتی که ساخته میشه شامل عضلات اینترنسیک حنجره است، عضلات داخلی حنجره که توی سر و گردن خوندید، دیگه اسامیشو میدونید، مثل عضله اوبلیک آریتنوئید، ترانسورس آریتنوئید، پوستریور آریتنوئید، لترال آریتنوئید و عضلات دیگه. همچنین عضلات تنگ کننده حلق و عضله بالا برنده کام، لواتور ولی پالاتینی، اینا همشون از کمان چهارم و ششم. اما از نظر عصبگیری یادتونه عصب واک توی آناتومی، ببینید عصب واک توی آناتومی وقتی که به طرف پایین میاد، این عصب واک یه شاخه‌ای داره در گردن به نام سوپریور لارنجیال
که این شاخه میاد در برابر شاخ بزرگ هایوئید میشه اینترنال لارنجیال و اکسترنال لارنجیال. همچنین عصب واگ در سمت راست و چپ یه شاخه دیگه داره به نام رکورنت که در سمت راست رکورنت تو گردن جدا میشه، در سمت چپ رکورنت توی توراکس، رکورنت لارنجیال. پس یعنی در هر سمت یه شاخه سوپریور داره که سوپریورا هر دو تو گردن جدا میشن و رکورنت، فقط رکورنت ها فرقشون اینه که رکورنت راست از گردن جدا میشه. ببینید شاخه سوپریور یک بخش حسی داره که بعدن میاد که و یه بخش در واقع حرکتی. ببین من با مشکی نشون دادم دوتاشو. ببین این قسمت مشکی اگر حرکتی باشه توی این سمت، قسمت سبز هم حسی، یعنی شاخه حرکتی سوپریور تحت آن اکسترنال لارنجیال جدا میشه، شاخه حسی تحت آن اینترنال لارنجیال. اکسترنال لارنجیال فقط یکی از عضلات حنجره رو میده به نام عضله کریکوتایروئید، تنها عضله که در نمای قدامی حنجره دیده میشه در روبرو، عضله کریکوتایروئید. عصبش هم عصب چی؟ اکسترنال لارنجیال که شاخه سوپریور لارنجیاله. حالا اینو چرا عرض کردم؟ ما این سوپریور لارنجیال نرو رو میگیم عصب کمان چهارم، رکورنت لارنجیال شاخه حسی حرکتیه در هر دو سمت. تمام عضلات اینترنسیک حنجره بجز کریکوتایروئید رو عصب میده. پس رکورنت لارنجیال میگیم عصب کمان ششم. یعنی درسته کمان شش و چهار عصبشون واگوسه، اما اختصاصا عصب کمان چهارم سوپریور لارنجیال میشه، کمان ششم رکورنت لارنجیال. اینم یک نکته در اینجا. حالا ببینید ما کمانها رو عرض کردیم که هر کمانی چه استخوان و چه عضله رو میسازه. حالا بایستی بیایم یه سری ساختارها رو اینجا تعریف بکنیم دوباره و بیایم این برآمدگی ها رو، یادتونه گفتم این برآمدگی ها باید برداشته بشه، صاف بشه گردن، برگردیم به این شکل خودمون، همون شکلی که در اول کشیدیم. گفتیم که اینا برآمدگی های حلقی هن، این فاصله بینشون میشه کلفت. اول بیایم تکلیف این کلفت ها رو روشن کنیم. حالا توی این شکل که از نمای روبروه، ببینید از نمای روبرو بود این شکل دیگه، ببینیم این الان این کلفت میشه دیگه، اینجاها کلفتن، ببینید چه اتفاقی میفته. برای اینکه اینو بهتر متوجه بشیم من یه برش اینطوری میزنم از جنین، خب یه برشی از جنین به این شکل میزنم اوبلیک. الان به عنوان یه ناظر میام این بالا، ببینی اینو بریدم، حالا این کله رو برمیدارم از بالا، یعنی از این بالا این سطح مقطعم رو نگاه میکنم. وقتی که این سطح مقطعم رو نگاه بکنم، خب یه بخشی در واقع بخش مغزی ما هست، که در واقع پای جنین. ببینید لوله عصبی یادتونه اینجا بود،
ما البته این بافت مغزم اینجا میاد، این لوله عصبی ما اینجا بود، این رنگ آبی. بنابراین وقتی که مقطع میزنیم، ببین این لوله عصبی ما چون حالت قوسی داره به این شکل اینجا قرار میگیره، ما اینو بیاریم این پا، حالا الان اگر دقت بفرمایید این برشی که خورده اینجا بیرون میشه، اینجا درون، اینجا حلق و دهان آینده است، این وسط هر کدوم از اینها یکی از کمان هاست. حالا من چرا اینجا بیرون و مشکی کشیدم داخل و سبز؟ برای اینکه اینجا بیرون جنینه، این قسمت اکتودرمه، پوسته، اپیدرمه، و این قسمت داخلی اندودرمه، رنگ سبز. الان ببینید سلول های کمان های من اینجا تو اینجا ریخته شدن و اون عضلات استخوان ها رو می ساختن، شریان خودشو داشت، هر کمانی عصب هم داشت. حالا من دو تا سه تاشو میکشم این ورم همینطور، یعنی همون شکل اول منه، فقط یه برش زدم. الان اینجا کلفته، از داخل مرز بین کمانها رو میگیم پاچ. پس ببینید از داخل ما بهشون میگیم پاچ، از بیرون بهشون میگفتیم کلفت. پس مرز بین یک کمان، این الان کمان اوله، این دومه، از بیرون چون شکل اول از بیرون بود میگفتیم کلفت، حالا از درون داخل دهان و حلق بهش میگیم پاچ. این یه اصطلاح جدید. خب ما چند تا کلفت داریم؟ یک، دو، سه، چهار تا کلفت، چون این کمان شیشه دیگه، این چهاره، سه، دو، یک. اتفاقی که میفته اینه، نگاه کنید، کلفت اول، میخوایم سرنوشت اول کلفت ها رو بگم بعد بیام سرنوشت پاچ ها رو، بحث من الان اینه، تیتری که توضیح میدم. ببینید کلفت اول به طرف داخل یه ذره نفوذ میکنه. ببینید الان من یه کاری میکنم، با اون ور مقایسه کنید، رفت داخل تر و چی رو میسازه برای من در آناتومی؟ اکسترنال اودیتوری میاتوس، مجرای گوش خارجی. ببینید بچه ها، مجرا، نگفتم لاله، چون لاله گوش بعدن از برجستگی های دیگه اضافه میشه، پس میشه مجرای گوش خارجی. اما کلفت دو، سه و چهار چی میشه؟ ببینید به نام دلایلی که خیلی معلوم نیست، کمان دوم شروع میکنه به سمت پایین رشد کردن، رشد بیشتر، ببین به سمت پایین هی میاد به طرف پایین رشد میکنه، و وقتی که رشد میکنه روی کلفت های دو، سه و چهار رو میپوشونه. به من این ور نشون میدم، وقتی که نهایتاً به سمت پایین رشد کرد، ببینید به این شکل اینجا صاف میشه، وقتی نهایتاً به این پایین رسید دیگه چیزی نمیمونه، ببینید گردن ما صافه دیگه، فرو رفتگی که نداره. بقایای این کلفت ها اول به شکل یک سینوس کوچیک میمونه به نام سرویکال سینوس، که بعد اینم حذف میشه دیگه نمیمونه. گاهی این باقی میمونه، اگر باقی بمونه به طرف بیرون زیر پوست راه باز بکنه، بهش میگیم اکسترنال برانکیال فیستولا، که جلوی عضله SCM به اندازه یه گردو کوچکتر یا بزرگتر برآمدگی داریم. حالا توی اسلاید ها نشونتون میدم. گاهی پس ببین اگر به سمت بیرون این سینوسه حذف نشه، به سمت بیرون سرباز بکنه،
بهش میگیم اکسترنال برانکیال فیستول. اگر باشه از بین نره به سمت درون باز بشه، اکثرا تو کف پاچ دوم باز میشه، یعنی این مسیر توی دهان کف لوزه حلقی لوزه کامی در واقع باز میشه، بهش میگیم به جای اکسترنال میگیم اینترنال برانکیال فیستولا، چون به سمت داخل اومده به سمت اکسترنال نرفته. این دوتا موقعیت پاتولوژی که حالا توی اسلاید نشون میدم. پس ببینید فقط نتیجه گیری میکنیم، کلفت اول برای ما در آناتومی ساختاری رو میسازه که قابل تعریفه، اکسترنال اودیتوری ماتوس. کلفت های دیگه چیز خاصی رو در حالت نرمال وجود نمیارن. خب اما پاچ ها، گفتیم که پاچ ها پوشششون در واقع اندودرمه. چه اتفاقی میفته؟ ببینیم چه اتفاقی میفته. پاچ اول خیلی راحته. پاچ اول به طرف کلفت اول حرکت میکنه. ببینید این کلفت اول بود دیگه. گفتیم اکسترنال اودیتوریه. پاچ اول به طرف کلفت اول حرکت میکنه و یک ساختاری رو میسازه به نام تیوبو تیمپانیک رسس. خب تیوبو یعنی چی؟ یعنی اودیتوری تیوب. تیمپانیک یعنی گوش میانی. ما ببینید گوش میانیمون به حل راه داره الان، قسمت حلقی شیپور استاش در واقع عملا به گوش میانی راه داره. الان نگاه کنید تیمپان هم یعنی میدل ایر، گوش میانی. الان این اکسترنال اودیتوری ماتوس اومده مجاور، ولی این دوتا به هم راه پیدا نمی کنن. این وسط چی شکل میگیره؟ تیمپانیک ممبرین، یعنی همون پرده سماخ. حالا جالبه پرده سماخ در اینجا سه تا منشأ خواهد داشت. از بیرون ببینید اپیتلیوم پوشانندش میشه اکتودرم. ببینید این دیگه مشکی اکتودرم بود. از داخل پوشش درونی پرده میشه اندودرم رنگ سبز. این وسط یه ذره بافت مزانشیم شکل میگیرید و قرمز میزنم، اونم میشه مزودرمی. یعنی این پرده به این زخامت کمش اپیتلیوم بیرونی، یعنی سطح بیرونیش میشه اکتودرم، سطح درونیش پوششش میشه اندودرم و وسطش بافت همبند سستی که وجود داره میشه مزودرم. پس این شد سرنوشت کلفت چیز پاچ اول. اما پاچ دوم، پاچ دوم میاد تو رفته میشه یک به داخل مزانشیم زیرین خودش نفوذ میکنه و تونسیلار فوسا رو به وجود میاره. ما الان در ادالت تونسیلار فوسا بقایای همون چیه؟ همون پاچ دومه. و بعدن تو ماه در واقع سوم تا پنجم سلولای مزانشیمی که حاوی سلولای لنفوسیتند به داخل این ناحیه کشیده میشن و میبینید ما تو آناتومی تو این ناحیه پلاتین تونسیل شکل میگیره. پس دقت بکنید که استروما یا داربست پلاتین تونسایل میشه از اندودرم پاچ دوم، تونسیلار فوسا در واقع باز میشه از پاچ دوم، اما سلولای لنفوسیتی که میان دیگه منشأ اندودرمی ندارن، از مزودرم اومدن. پس اینجا میشه در واقع پلاتین تونسیل. اما پاچ سوم و چهارم چه اتفاقی براشون میفته؟ پاچ سوم و چهارم هر کدومشون تقسیم میشن به دو بخش، یک بخش پشتی و یک بخش شکمی. ببینیم چجوری تکامل پیدا میکنه. دیولوپ کمان سه و بنبست سه و چهار. بنبست سه و چهار در ابتدا یه الگوی مشابه رو دنبال میکنه به این ترتیب که هر بنبستی تبدیل میشه به یه بخش پشتی یا دورسال و یه بخش شکمی، یعنی پس یه الگوی مشترک رو فعلا دنبال میکنن
شدن یک بخش پشتی، این قسمتی که قرمزه، و بخش شکمی، قسمتی که آبی کشیدم، یعنی به این شکل. قسمت پشتی در بنبست سوم inferior paratiroid، تیروید گلند رو میسازه، یا بهش میگیم غده پاراتیروید تحتانی. قسمت شکمیش میشه تیموس. پس پاراتیروید تحتانی و تیموس. بنبست چهارم پشتیش میشه سوپریور پاراتیروید. اینجا برعکسه، این سوپریور پایین تره از نظر کمانی. سوپریور پاراتیروید. و قسمت شکمیش بهش میگیم اولتیمو برانکیال بادی. اولتیمو برانکیال بادی. حالا ببینید، ما این اسامی رو که اینجا نوشتیم طبیعتاً توی سر و گردن، آناتومی سر و گردن قرار بود که اینجا دهان و بعد حلق آینده باشه. ما که غده تیروئید اونجا نیست، غده تیروئید در جلوی گردن در کنار خلفی لبهای طرفی غده تیروئید دیگه. پس یعنی این که یا تیموس در مدیاستنوم فوقانی جلوی قوس آورد ممکنه به مدیاستنوم قدامی هم کشیده بشه. پس یعنی این که بایستی از این جایگاهی که دارند مهاجرت کنند، و همین اتفاق هم میفته. اینها درسته توی بنبست ها شکل میگیرند، اما همشون مهاجرت میکنند. مثلا این غده تیمیکی که اینجا وجود داره، الان فرض کنید سمت مقابل، ما در آناتومی مثلا تیموسمون اینجوریه، بعدا یه تیکه واحده، یعنی این مهاجرت بعدی، این غده تیموسی که اینجا هست با این تیموسی که اینور هست به سمت پایین میان، در وسط راه هم به هم میرسند و یکی میشن. غدد پاراتیروید فوقانی و تحتانی هم میان به سمت پایین مهاجرت میکنن، میرن در کنار خلفی غده تیروئید، پس این جایگاه رو ترک میکنن. اما منشأشون از اندودرم بنبست های 3 و 4. اما اینجا یه اصطلاح نامانوس داریم، اولتیمو برانکیال بادی. این اصطلاح اصلا توی آناتومی سر و گردن نیست. اولتیمو برانکیال بادی که از قسمت شکمی بنبست 4 هست، در بدن میاد چی رو میسازه؟ سلول های سیسل رو توی غده تیروئید میسازه. در تیروئید ما دو نوع سلول داریم، سلول های اصلی و سلول های کلیر سیسل. اولتیمو برانکیال بادی میره اون سلول های محدود رو در داخل غده تیروئید به نام سیسل میسازه. کارش چیه؟ کارش تولید کلسیتونینه. میدونید که تو فیزیولوژی هم خوندید کلسیتونین در تنظیم کلسیوم بدن نقش داره. و اینم باز اولتیمو برانکیال بادی هم مهاجرت میکنه میره. این هم از سرنوشت بنبست های حلقی. حالا توی این دیولوپمنتی که توی این ناحیه عرض کردم، ببینید ما یه سری ناهنجاری ها ممکنه داشته باشیم که با هم دیگه توی اسلاید با هم یه مروری روی اینا انجام میدیم و میریم ادامه بحث رو با هم خواهیم داشت. یه مروری میکنیم بر روی مطالبی که تا اینجا بوده سریعا روی اسلاید. اگر خواستید در واقع میتونید این اسلاید ها رو یا تو همین فیلم نگاه بکنید یا کتاب لانگمن رو نگاه بکنید و اونها رو ملاحظه بکنید با جزئیات بیشتری. ببینید این شکل رو من خدمتون عرض کردم، دیولوپمنت مغز، قسمت های آبی از نورال کرست، قسمت های قرمز از پاراکسیال، و این قسمت زرد رنگ که غضروف های حنجره است از لترال پلیت. مسیر مهاجرت سلول های نورال کرست به داخل کمان های حلقی، ملاحظه میگه کمان اول، دوم، سوم، چهارم و ششم، برای هر کمان یه عصب رو نوشته، عصب زوج 5، زوج 7، زوج 9 و زوج 10 که اینا رو عرض کردم. نحوه دیولوپ در ابتدای هفته چهارم، ببینید فعلا دو تا کمان ظاهر شده، بعد به تدریج تعداد کمان ها زیاد میشه
و فاصله بین کمانها یا مرز بین کمانها رو بهش میگیم کلفت در نمای خارجی. هر کمان یه شریان خاص خودشو داره. از نمای روبرو ملاحظه میکنید جنین رو. عرض کردم که استوم مودئوم یا دهان آینده در اینجا باعث میشه. این تصویر از جنین موش هستش، یه برجستگی ماگزیلاری در بالای، برجستگی مندیبولار در پایین، کمان دوم و به تدریج بقیه کمان ها که این شکل رو براتون کشیدم. برشی که همینجا من این برش رو براتون زدم، همینجا زده شده. سرنوشت کمان ها رو توی این اسلاید بخصوص کلفت ها و پاچ ها رو میبینید. رنگ آبی نمای بیرون اکتودرم، رنگ زرد اندودرم. هر کمانی عصب و شریان خودشو داره. اعصاب که به داخل کمانها رشد میکنن. برای کمانها استخوانها رو عرض کردم، این الان رنگ آجوری رنگ کمان اول برجستگی ماگزیلاری و مندیبولار، رنگ آبی کمان دومه که اصلا اینجا ببینید زایده استیلوئید رو ساخته و بخش از استخوان هایوئید، رنگ زرد کمان سوم و رنگ قرمز کمان چهارم و بعدش هم سبز کمان ششم. اینجا با عدد سرنوشت نهایی کمان ها رو میبینید که من عرض کردم خدمتتون. همین بحث آخری رو که داشتیم در مورد سرنوشت کلفت و پاچا هست. ببینید کلفت دو، سه و چهار از بین میرن به دلیل رشد کمان دوم و نهایتاً یک سینوس به وجود میاد که اونم حذف میشه. کلفت اول فقط اکسترنال اودیتوری ماتوس رو میسازه. پاچ اول شد تیوب و تمپانیک رسس، پاچ دوم تونسیلار فوسا، پاچ سه بخش دورسالش اینفریور پاراتیروید گلنده، قسمت شکمیش قرمز رنگ میشه تایموس، بخش دورسال پاچ چهارم میشه سوپریور پاراتیروید گلند و بخش آبی رنگ که بخش شکمی بنبسته چهارم میشه اولتیمو برانکیال بادی. عرض کردم که این عناصری که در پاچ سه و چهارن مهاجرت میکنن به سمت پایین و این جایگاه اولیه‌شون رو ترک میکنن. از نظر مولکولی نحوی دیولوپمنت سر و صورته که خیلی برای دانشجوی پزشکی مهم نیستش، نمیخواد این رو یاد بگیرید. برای مطالعه بیشتر میتونید توی اسلاید ها و یا جنین‌شناسی لانگمن رو ملاحظه بفرمایید. عرض کردم که اگر این سرویکال سینوس حذف نشه، از بین نره، ممکنه تبدیل بشه به یک ناهنجاری که اگر به سمت بیرون، که در واقع یک سیست سرویکال میشه، اگر به سمت بیرون بیاد میشه اکسترنال برانکیال فیستولا که در کنار قدامی عضله SCM به خصوص در برابر زاویه فک شایع ترین جاشه، میتونید به صورت یک برجستگی ببینید. اگر به سمت داخل باز بشه به کف بنبست دوم بشه اینترنال برانکیال فیستولا. الان این پسر بچه رو که ملاحظه میکنید در ناحیه گردن جلوی عضله STM یه برجستگی داره که این برجستگی در واقع همون اکسترنال برانکیال فیستولا هست، بقایای سرویکال لترال سرویکال سیسته. خب در حین دیولوپمنت ناحیه سر و صورت گفتیم که مهمترین سلول ها سلول های نورال کرست هستند که مهاجرت میکنن. اگر این سلول های نورال کرست در حین مهاجرت دچار اختلال بشن یا موقعی که به ناحیه کمان ها رسیدن تمایز پیدا نکنن و یا دچار آپوپتوز یا مرگ سلولی بشن، بنابراین دیولوپمنت ناحیه سر و صورت دچار اختلال میشه. از ناهنجاری های مهمی که در اینجا دیده میشه، تصویر A یک ناهنجاری در واقع تریچر کولینز هست یا مندیبولو فیشیال، ناهنجاری مندیبولو فیشیال، یک بیماری اتوزومال غالب خیلی نادر، یک در 50,000 تولده و توی این ناهنجاری شما میبینید که استخوان گونه تشکیل نمیشه، هایپوپلازی گونه رو داریم و ممکنه این ناهنجاری در اثر
اختلال یا موتاسیون در ژنی به نام TCOF1 باشه که این ژن خودش یک پروتئین رو بیان میکنه و در واقع این ژن و این پروتئین از آپوپتوز یا مرگ سلولی سلولهای نورال کرست جلوگیری میکنه. بنابراین این موتاسیون در این ژن میتونه باعث اختلال این ناهنجاری بشه. مشخص شده گاهی بعضی از عوامل تراتوژن ممکنه این ناهنجاری رو به وجود بیارن. ناهنجاری دوم توالی روبینزه، روبینز سیکونس یا روبین. توالی روبین هم در واقع یک ناهنجاریه که یک تریاد یا یک علامت سگانه داره. یکی از علائمش کوچکی چانه هست. اگر دقت بکنید چونه کوچکتره، میکروجنزیا داره، همراه با شکاف کام علامت دوم. و علامت سوم که خودش ناشی از کوچکی چانه و حفره دهانه، عقب افتادن یعنی به عقب رفتن زبان هستش. پس کوچکی چانه، شکاف کام و عقب افتادن زبان. بعضی از مطالعات نشون میده که ممکنه در ناشی از تراتوژن هایی مثل اسید ریتینوئیک، بخصوص تو مطالعات حیوانی این ثابت شده. تصویر سی که به ظاهر شاید یک نوزاد نرمال هم باشه، تصویری هستش که مربوط به سندرومی هست به نام سندروم دی جورج. سندروم دی جورج یک سندرومی هستش که اونم حذف شدگی هست، دلیشن در کروموزوم شماره 22، یعنی بازوی بلند کروموزوم شماره 22 دوچار یه دلیشن شده که میتونه طیفی از ناهنجاری ها رو به همراه داشته باشه. در سندروم دی جورج ببینید ممکنه اختلالات قلبی باشه، اختلالات غده تیموس ممکنه همراه باشه، در نتیجه بیمار ممکنه دچار هایپوکلسمی باشه. چون ببینید ما تو کمان ها ببینید الان تیموس از در واقع کمان ها رشد میکنه، غده تیروئید داره از کمان ها رشد میکنه. پس انتظار داریم اگر تو مهاجرت سلولای نورال کرست اختلالی باشه، هم ناهنجاری های جمجمه داشته باشیم، هم اختلال در عملکرد این غده. تصویر آخر سندرومی هست به نام گلدن هار یا اوریکولو اوکولو ورتبرال هست که توی این ناهنجاری ما هم اختلالات گوش رو داریم. ببین الان اصلا گوش خارجی تشکیل نشده، اختلالات ستون فقرات داریم که ممکنه با همراه باشه با جوش خوردن مهره ها یا همی ورتبرال، یعنی یه نصف نمره، نصف مهره تشکیل شده. پس ببینید ما مهاجرت سلولای نورال کرست و یا تمایز تکثیرشون، مرگ سلولی زودتر از موعدشون میتونه انواع ناهنجاری ها رو در ناحیه سر و صورت به همراه داشته باشه که این ناهنجاری ها خودش ممکنه با ناهنجاری های دیگه همراه باشه. اما بحث بعدیمون در ارتباط با دیولوپمنت این ناحیه است، یعنی جایی که دهان آینده است. ما توی این ناحیه یه عنصر و یک ساختار مهم رو باید رشد بدیم. فرض کنید این تخته پاکن اینجا رشد میکنه، ساختار مهمی به نام زبان. باید از بافتی که در اینجا هست یک عضو متحرک عضلانی به نام زبان رو درست بکنیم. خب میریم تو همین ناحیه این رو درست میکنیم. ببینید من همین شکل رو، چون اینجا یه ذره شلوغ شده، همین شکل رو دوباره با یه زاویه دید دیگه برای شما نشون میدم، یعنی این ناحیه رو.
حالا باز ساده ترش کردم شکل رو. این قسمت های اضافه رو حذف کردم. برگردیم به همین ناحیه که اینجا ضرب در زدم تو این ناحیه. کف دهان آینده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ در این ناحیه چند تا برجستگی ایجاد میشه که این برجستگی ها این قرار بود کمان اول باشه دیگه. در برابر کمان اول سه تا برجستگی به وجود میاد که این سه تا برجستگی اسم براش میذاریم. برجستگی هایی که در طرفین این دوتا میشه لترال لینگوال سویلینگ. دوتا لترال میشه دیگه راست و چپ. این برجستگی وسط ایمپیر بهش میگیم یا میدین لینگوال سویلینگ. برجستگی زبانی میانی یا تک چون یه دونه است. اینم لترال، این یه لترال، اینم یه لترال، دو تا لترال لینگوال داره. برجستگی دوم این یه ذره حالا بکشیم عقب‌تر اینطوری. برجستگی دوم یه ذره بزرگ هستش. که در برابر کمان دوم، سوم و نصف چهارم. ببین کل چهارم رو در بر نمیگیره. بهش میگیم کوپولا یا هایپوبرانکیال امیننس. دو تا اسم داره. هایپوبرانکیال امیننس. در برابر کمان دو، سه و بخشی از چهار. خب برجستگی آخر ببینید اینجا ما دو تا برجستگی داریم از قبل به نام آریتنوئید که تو کمان چهارم شکل می گرفتند. برجستگی چهارم اینجا شکل می گیره، در واقع اپیگلوت هستش. این اپیگلوتیس هست، در برابر چهارمین کمان و ششمین شکل میگیره. پس ببینید ما پنج تا برجستگی در این ناحیه شکل میگیره. سه تا در برابر کمان اول، دو تا لترال لینگوال، یه دونه میدین یا ایمپیر، کوپولا که بزرگترینه. بین این دو تا یه سوراخی وجود داره، سوراخ سکون بین کوپولا و ایمپیر، سکال فورامن یا سوراخ کور. حالا اتفاقی که میفته ببینیم زبان چجوری از این برجستگی ها وجود میاد. اینجا دانش آناتومی خیلی به کمک ما میاد، دانش جنین‌شناسی هم همینطور. یعنی این دوتا در واقع به هم کمک میکنن. ببین چه اتفاقی میفته. شاید به ظاهر این کوپولا بزرگتر باشه، اما اتفاقی که میفته برجستگی های لترال لینگوال خب میان به سمت وسط و همچنین به سمت عقب. ببین با فلش ها نشون دادم، یعنی میان به سمت وسط که با هم جوش بخورن با این برجستگی وسطی ایمپیر، برجستگی میدین لینگوال، و همین که میان به سمت عقب روی کوپولا رو میپوشونن. خب نهایتا ببینید توی این ناحیه اگر این اتفاق بیفته، ببینید توی این ناحیه این اتفاق که میفته زبان شکل میگیره به این شکل.
ببینید این الان زبان توی این ناحیه شکل میگیره، ما توی آناتومی زبان این قسمت جلو میشه بادی، اینجا میشه روت در زبان، این اپیگلوت در واقع اینجا این ته شکل میگیره، اپیگلوتیس. شما اینجا سولکوس ترمینالیس تو آناتومی بهش میگید و اینجا همون فورامن سکوم است. ببین یعنی این چقدر این برجستگی لینگوال اومدن عقب که روی تیزو گرفتن، اینجا میشه روت. خب حالا ببینید این داستان چجوری میشه، من با همین رنگا نشون میدم. ببینید کمان اول وقتی که رشد میکنه میاد روی این کمان دوم رو میگیره. ببین من با رنگ نشون میدم الان اینجا مشخصه. ببین این کمان اول، بعد کمان دوم، بعد کمان سوم، و بعد کمان چهارم و ششم. حالا بگیم چهار. ببینید توی آناتومی ما عصبگیریمون چجوریه؟ توی زبان ببین من رنگا رو توی هم بردم از نمای این از نمای طرفی. یعنی ببینید این کمان وقتی که رشد میکنه، کمان اول در اثر اون لینگوالا، کمان اول وقتی رشد میکنه میاد روی اینو میگیره، بعد سه و چهار هم هستن. الان در زبان ما این دو سوم قدامی رو، این الان دو سوم قدامی زبان، اینجا روته، اینجا بادیه، ما میگیم حس عمومیش میشه زوج پنج، عصب لینگوال از زوج پنج. حس چشایی رو میگیم عصب کرداتیمپانی، این سر و گردنه ها، یعنی زوج هفت. ببینید یعنی این که این رشد لینگوال سویلینگا میاد روی هفت رو میگیره، ما جوانه‌های چشایی رو میبینیم که توی عمق دره ها هست. ببینید وقتی که میگیم دره ها کجان، ببینید ما جوانهای چشایی اطراف این چی هن؟ اطراف این سولکوس ترمینالیس هن، سیرکونولیت بهش میگیم توی بافشناسی. اینا یه دره هایی وجود داره این تا که جوانهای چشایی مثل خوشه های موز تو عمق هن. بعد میگیم این حس چشایی رو عصبش چیه؟ عصب زوج هفته، کمان دوم. ولی این حس عمومی که سردی و گرمی هستش، حرارت هست در واقع، فشار، درد، اینا زوج پنجن. روت رو میگیم حس عمومی و اختصاصیش، یعنی چشایی، هر دو از زوج چنده؟ از زوج نهه، یعنی گلوس و فارنجیال. کمان سوم عصبش چی بود؟ زوج نه، گلوس و فارنجیال، درسته؟ یعنی زوج نه عصبشه که اینجا هم ببینیم نهه. یعنی این دو سوم دو تا عصب داشت، زوج پنج و هفت. حالا آخرین نقطه زبان در اطراف اپیگلوت که جوانهای چشاییش توسط عصب اینترنال لارنجیال در واقع عصب دهی میشن، اینجا هم عصب گیریش همون شاخه اینترنال لارنجیاله که از سوپریور لارنجیاله یا کمان چهارم که عصبش زوج ده دیگه. پس ببینید این کمان ها اینطوری شکل میگیرن و زبان رو شکل میدن. حالا زبان وقتی که درست میشه ابتداعا سطح تحتانی چسبیده به کل کف دهان، بعدا در اثر مرگ سلولی قسمت عمدهش آزاد میشه و فقط فرنلومش میمونه. اگر این چسبندگی برطرف نشه، گاهن این ناهنجاری رو داریم، بهش میگیم که
تانگ تای یا آنکیلوگلوسیس. آنکیلوگلوسیس یعنی زبان بسته که خوشبختانه با جراحی میشه اون رو آزاد کرد و ترمیم نمود. این هم در مورد اثرگیری زبان. یک بحثی مونده اینجا، وقتی اشاره کردیم به فورامن سکوم در مورد غده تیروئید. ببینید غده تیروئید اگر برگردیم به این شکل جنین که ما کشیدیم، ببینید غده تیروئید خیلی راحت دیولوپمنتش. ما اینجا گات هست که توی جنین گوارش این رو خوندید. ما داشتیم کف این ناحیه رو میگفتیم دیگه. سلولایی که تو کف دهانن، مرز بین این توبرکولوم ایمپیر و کوپولا، در اونجا سلولهایی به طرف پایین تکثیر و رشد میکنن به سمت پایین و میرن غده تیروئید رو بسازن. یعنی از همون فورامن سکوم سلولها میرن پایین برای اینکه غده تیروئید رو بسازن. پس تیروئید میشه از اندودرم کف دهان. خب تو آناتومی هم میبینید که تیروئید در واقع دو تا لوب داره، توسط یک ایسموس یا تنگه این دو لوب به هم وصل میشن. این مجرا که سلول ها ازش عبور میکنن و مهاجرت میکنن میان به سمت پایین، ببینید این مجرا، اینو بهش میگیم مجرای تیروگلوسال، تیروگلوسال داکت. وقتی سلول ها رفتن و مستقر شد، غده تیروئید شکل گرفت، این داکت دیگه بهش نیاز نداریم، تحلیل میره، از بین میره. ببینید این داکت از بین میره و کاملا اثری ازش نمیمونه. گاهی این داکت میمونه، اگر بمونه به شکل ناهنجاریه، بهش میگیم تیروگلوسال سیست. خب چون مسیر مهاجرت از خط وسطه، این سیستم در خط وسط گردن مشاهده میکنیم، باز به شکل برآمدگی های در زیر پوست، شایع ترین قسمتش، یعنی شایع ترین شکلش در اطراف تنه استخوان هایوئید ممکنه باقی بمونه، سیست های تیروئید. که یادتونه از بنبست چهارم، قسمت شکمی بنبست چهارم، یه سری سلول ها هم به این سلول های اصلی اضافه میشه، اونا سلول های سیسل هم که از اولتیمو برانکیال بادی میومدن. پس منشأ تیروئید هم شد اندودرمی. خب آخرین بحث امروزمون در ارتباط با دیولوپمنت ناحیه صورت هستش. ببینیم صورت به چه شکل دیولوپ پیدا میکنه. خب ما الان توی آخرین بحثمون دیولوپ صورته. برگردیم به شکل اولمون، که اولین شکلی که توی مبحث با هم کشیدیم یه چنین شکلی بود. یادتون هست کمان اول دوم گفتیم اینجا مگزیلاری پرومیننسه، اینجا مگزیلاریه و اینجا مندیبولاره و اینم استومودئوم یا دهان آینده است. وقتی که در هفته چهارم هستیم، ما فقط در سطح اکتودرمی، زخیم شدگی اکتودرمی داریم اینجا که بهش میگفتیم لنز پلاکود. اینم تو جنین عمومی خوندیم، زخیم شدگی هایی هم که توی اکتودرم سطحی به وجود میان که از اسمشون معلومه، یعنی باید برن عدسی چشم رو بسازن، که حالا توی دیولوپمنت چشم بهتون میگم. و این برجستگی که اینجا وجود داره بهش میگیم فرونتو نازال پرومیننس، فرونتو نازال پرومیننس، برجستگی فرونتو نازال، اسمش مشخصه، پیشانی بینی. اتفاقی که میفته اینه که اولا فرونتو نازال سلولاش عمدتا از نورال کرست فور برین، تا حدودی هم از مید برین. خب پس این یه سری سلول اومدن وارد این ناحیه شدند با منشأ نورال کرستی. چه اتفاقی میفته؟ توی این ناحیه
یک برجستگی ایجاد میشه، ذهنی زخیم شدگی. توی برجستگی فرونتو نازال ببین دو تا برجستگی ایجاد میشه، اینا رو اسمشون رو میذاریم نازال پلاکوت. نازال پلاکوت ببین اینا لنز بود، پلاکوت. پلاکوت زخیم شدگی های اکتودرمی هن که توی دوره جنینی توی اکتودرم سطحی سر و صورت دو تا لنز پلاکوت، دو تا نازال پلاکوت و دو تا اوتیک پلاکوت شکل میگیره که اوتیک پلاکوت ها اونا نفوذ میکنن به طرف عمق، میرن گوش داخلی رو بسازن، لنز پلاکوت ها میرن به عمق عدسی رو میسازن. حالا ما دو تا زخیم شدگی هم درست کردیم به نام نازال پلاکوت. در مرحله بعد چه اتفاقی میفته؟ در مرحله بعد ببینید برگردیم همین شکل رو بکشیم چون باید مرحله به مرحله بریم جلو. در مرحله بعد توی این نازال پلاکودا این اتفاق میفته. نازال پلاکود یه فرورفتگی در وسطش درست میشه. ببین من این طرف این کار رو میکنم، وقتی که فرض کن این یه خمیره، من فشار میدم اینجا میره تو این صفحه، اگر این فرو رفتگی ایجاد شد این وسط میشه چی؟ نازال پیت، یعنی گوده بینی. وقتی که این به وجود اومد ببینید الان یه اتفاقی میفته و اون اینه که این نازال پلاکوده ما میشه دو بخش، یه بخش داخلی یه بخش خارجی. ببین این مدلی میشه. ما حالا رنگ میزنم ببینید این قسمت قرمز میشه بخش داخلی دیگه، قسمت آبی میشه بخش خارجی، یعنی این مدلی میشه. خب گفتیم که یک فرورفتگی ایجاد میشه به نام نازال پیت تو نازال پرومیننس. وقتی که این گوده به وجود اومد، الان این نازال پیت دیگه این وسط، وقتی که این گوده به وجود اومد عملا این برجستگی یه بخش داخلی پیدا میکنه به نام مدیال نازال پرومیننس چون مجاور خط وسطه، و یک بخش خارجی پیدا میکنه به نام لترال نازال پرومیننس. اینم پیت که وسطشه. اینجا هم که ماگزیلاری بود از اول، ماگزیلاری پرومیننس های ما بودن. خب چه اتفاقی میفته؟ در گام بعدی، حالا تو شکل بعدی هم نشون میدم، ببینید این لترال نازال پرومیننس ها به طرف هم رشد میکنن و به طرف پایین و خارج، یعنی به این شکل اینا تکثیر پیدا میکنن و حرکت میکنن. ببین به طرف هم میان، به طرف پایین و خارج میان. لترال ها خیلی رشد نمیکنن، یعنی تقریبا در همون جا میمونن. حالا من تو شکل بعدی این دوتا برجستگی که میان طبیعتا وقتی که به سمت داخل رشد بکنن نهایتا به هم میچسبن، به سمت خارج هم رشد بکنن میان به ماگزیلاری میرسن. خب توی شکل بعدی با همدیگه اینو میبینیم، ببین نهایتاً چه سرنوشتی پیدا میکنن. خب این اتفاق الان برجستگی های بینی داخلی و خارجی رو نشون میدیم. خب وقتی که برجستگی بینی داخلی به سمت پایین رشد میکنه و به سمت خارج،
ببینید این اتفاق میفته. یعنی الان اینا رو به هم وصل میکنم، ببینید خب این دوتا برجستگی به هم رسیدن. اینجا ما برجستگی چی داشتیم از قبل؟ برجستگی ماگزیلاری اینجا بود دیگه. این برجستگی چی بود؟ ماگزیلاری. ببین اینا ماگزیلاری. الان آبیا کجا بودن؟ اینجا بودن دیگه. یعنی برجستگی بینی خارجی تو این قسمت خارج بود. خب الان ببینید ما اینجا هم که لنز بلکود های ما بودن از قبل، اینم برجستگی مندیبولار. خب میخوایم چی رو بگیم؟ ببینید گفتیم مدیالا به سمت داخل، به سمت پایین و خارج میرن. الان اگر این بینی باشه ما میخوایم بگیم دیولوپمنت بینی ما چجوریه. الان پره بینی تو آناتومی میشه آلار پلیت، این بخش آلار. این بخش آلار الان منشأش از چیه؟ لترال نازال پرومیننس. این قسمت نوک بینی، ستیق بینی از چیه؟ قرمزه چی بود؟ مدیال نازال. لب بالا قسمت وسطش مدیال، قسمت طرفیش مشکیه چیه؟ ماگزیلاریه. لب پایین چیه؟ فقط مندیبولار. این پایین مندیبولار، اصلا ربطی به این بالا نداره. این بالا، این پل بینی در واقع که استخوان بینی میشه، همون فرونتو نازال دیگه. پس بینی هم ساخته شد. ببین کم کم شکل داره میگیره صورت. اما اینجا رو نگاه کنید، این قرمز مدیال نازال بود دیگه، درسته؟ مدیال نازال عملا یه اسم دیگه میتونیم بهش بدیم یا نه؟ میتونیم بگیم اینتر ماگزیلاری سگمنت، چون ببینید بین دوتا ماگزیلا الان قرار گرفته. پس دوتا برجستگی مدیال، یعنی مدیال یک سمت به اضافه مدیال سمت مقابل وقتی با هم جوش خوردند، خب مدیال نازالا بودن دیگه. جمع دوتاشون میتونم بگم اینتر ماگزیلاری سگمنت. یه اصطلاح درست کردم. خب این اینتر ماگزیلاری سگمنت چند بخش رو میسازه؟ حالا تو شکل نشون میدم چیا رو میسازه. در بدن ما فیلتروم لب بالا. ببین ما در تمام افراد یک ناودان طولی در لب بالا داریم، اینجا بهش میگیم فیلتروم، یعنی دقیقا اینجاست فیلتروم. این هستش تو بعضی از عقب افتادگی ها مثل سندروم الکل جنینی، نمیدونم سندروم هیدانتوین جنینی، این فیلتروم حذفه، یعنی کاملا صاف لبه بالا. بعد دیگه چی رو میسازه؟ جایگاه دندانهای پیش فک بالا تو استخوان ماگزیلا. خب در واقع سایت آف این آپر اینسیزیف و همچنین پرایمری پلیت. خب اینا یعنی چی؟ حالا ما میخواییم با یه شکل ساده نشونش بدیم. ببینید اگر من یه برش از اینجا بزنم، این برجستگی فقط از لب بالا یه برش عرضی بزنم، ببینید این اتفاق میفته. این الان برجستگی مدیالا، این الان ماگزیلاریه، اینا اینتر ماگزیلاری سگمنته، یعنی مدیاله یه سمت به اضافه مدیال سمت دیگه. تو مرحله بعدی اگر بخوام دیولوپندشون بدم، ببینید این پرایمری پلیت اینجا میشه، بعد دندانهای پیش بالا اینجا رشد میکنن تو اینجا، این میشه جایگاه دندانهای پیش بالا که 4 تا دندان پیش داریم، و اینجا میشه در واقع فیلتروم. ببین این میشه پرایمری پالیت. حالا جلوتر میگم یه
کام ثانوی هم اینجا اونو میسازه. پس این اینترمدیلری سگمنت سه بخشو برای من ساخت. اشاره کردم به پلیت یعنی کام. ببینید کام سخت داریم، کام نرم. توی جنین شناسی کام سخت دو منشأ داره، پرایمری پلیت، سکندری پلیت. پرایمری پلیت از اینترمکزیلاری سگمنت، یعنی در واقع از میدیال نازال پرومیننس ها. اما سکندری پلیت از دو تا برجستگی، از برجستگی ماکزیلاری ساخته میشه. چجوری؟ ببینیم کام سخت چجوری ساخته میشه. اگر من یه برش کرونال از این جنین بزنم، ببینید از جنین یه برش کرونال بزنم، اینجا استخوان فرض بکنید، اینجا سپتوم بینی، اینجا استخوان در واقع شاخک‌های استخوان اتمائیل باشه، استخوان ماگزیلا اینجاست. ببینید ماگزیلا اینجاست، از ماگزیلا دو تا ورقه به سمت پایین رشد میکنه، بهش میگیم پالاتین شلو. زبان کجاست تو این موقعیت؟ ببینید الان زبان اینجاست، برش کروناله دیگه، زبان رو اینطوری میبینیم. پالاتین شلو، پالاتین شلو الان ببینید به صورت دو تا ورقه عمودی هستند، ولی این پالاتین شلف ها باید چکار بکنن؟ باید این موقعیتشون رو تغییر بدن. ببینید یعنی چجوریه؟ یعنی الان فرض بکنید دستای من پالاتین شلف از ماگزیلا اومده، زبان این وسط قرار گرفته بین این دوتا. خب این ورقه ها چه اتفاقی براشون بیفته؟ کم کم فک پایین رشد میکنه، حفره دهان بزرگ میشه، یه ذره زبان هم کوچکتر میشه سایزش. این ساختمان های اطراف هن در واقع نسبت به شلف ها یا اون ورقا یا تاقچه های کامی بهشون میگیم. پس فک پایین بزرگ میشه، زبان یه ذره کوچکتر میشه و فضای دهان بزرگتر. این عوامل در کنار حرکت اکتیو و فعال پالاتین شلف ها از این حالت عمودی کم کم به حالت افقی در میان و بعد نهایتاً به هم جوش میخورن و زبان میفته پایین. این ببینید اینو با شکل های ساده نشون میدیم، یعنی تو تصویر بعدی شما میبینید که ببینید این باز این تیغه بینی باشه، تو تصویر بعدی ببینید ما این ماگزیلا پالاتین شلف ها از حالت عمودی ببینید میان به سمت حالت افقی بیان، یعنی باید چرخش انجام بدن، میان به این شکل قرار میگیرن زبان پایین تر رفته. اینجا تیغه بینی دیگه، بعد از بالا کم کم تیغه بینی هم بهش میرسه، یعنی میچسبه. پس کام سخت شکل میگیره، سکندری پلیت. ببین اون سکندری پلیت میاد اینجا، یعنی اون پالاتین شلف ها وقتی که این تصویری که از زیر داریم سقف دهان رو نگاه میکنیم. الان پرایمری پلیت از این اینترمکزیلاری سگمنت بود، سکندری پلیت از این شلف ها بودن. اینجا یه سوراخی داریم مرز بین این دوتا که تو آناتومی اینسیزیف فورامنه، سوراخ اینسیزیف. پس به این ترتیب کام هم شکل میگیره. حالا تشکیل کام یک پروسه بسیار پیچیده است، یعنی هم عوامل اینترنسیک هم اکسترنسیک. یادتونه گفتم به صورت اکتیو حرکت میکنه، فک باید بزرگ بشه، زبان یه ذره کوچکتر بشه. این پروسه گاهن تحت تأثیر عوامل مختلف بخصوص تراتوژن ها ممکنه دچار اختلال بشه.
ببینید روند جوش خوردن و تکامل کام در جنین های دختر یک هفته با تأخیر صورت میگیره. برای همین شیوع شکاف کام در جنین های دختر بیشتر نسبت به جنین های پسر. این برعکس شکاف لبه. شکاف لب در جنین های پسر شایع‌تر نسبت به جنین های دختر. این یه نکته که عرض کردم. حالا چند تا اسلاید در این منطقه با هم دیگه ببینیم، یه مروری با تو این تصاویر ما دیولوپ زبان رو که عرض کردم خدمتون با هم میبینیم. این قسمت آجوری رنگ در برابر کمان اول برجستگی های لترال لینگوال سویلینگ و توبرکولوم ایمپار یا میدین لینگوال سویلینگ. این قسمت وسیع تر برجستگی کوپولا یا هایپوبرانکیال ایمیننس در برابر کمان های 2، 3 و 4 و اپیگلوت سویلینگ. نهایتاً عرض کردم که رشد لترال لینگوال سویلینگا باعث میشه بادی زبان ساخته بشه. اینجا فورامن سکوم سولکوس ترمینالیس، بخش ریشه عمدتاً از قسمت خلفی کوپولا ساخته میشه و اینجا هم برجستگی اپیگلوت که غضروف اپیگلوت رو میسازه. دیولوپمنت تیروئید هستش، از اندودرم کف دهان هست یا همون فورگات. مسیر مهاجرت رو مشاهده میکنید، این مجرای تیروگلوساله که میاد نهایتاً تیروئید در قسمت پایین و جلوی گردنه. بعد این مسیر که مجرای تیروگلوساله بسته میشه. گاهی مجرای تیروگلوسال ممکنه بمونه، با این دایره ها مشخص شده. شایع ترین جا در خط وسط در مجاور تنه استخوان هایوئیده. ببینید به شکل یک سیست، یک برآمدگی رو الان در خط وسط در اطراف استخوان هایوئید در این پسر بچه ملاحظه میکنید. دیولوپمنت صورت که عرض کردم ابتدا در برجستگی فرونتو نازال برجستگی های نازال پلاکود ایجاد میشه. این جنین مایس هستش که مشاهده میکنید. وقتی که یک گوده یا یک پیت ایجاد میشه، خود به خود نازال پرومیننس تبدیل میشه رنگ زرد، مدیال آبی، لترال نازال پرومیننس. این رنگای آجوری رنگ هم قهوه‌ای در واقع ماگزیلاری پرومیننسه. مدیال عرض کردم که به طرف همدیگه و طرف پایین و خارج میان و نهایتاً وقتی که به هم میرسند بخش‌هایی از صورت رو شامل این ستیق بینی، نوک بینی، فیلتروم لب بالا رو میسازند. لترال نازال پرومیننس بیشتر قسمت خارجی که همون پره بینی یا بخش آلار میسازه، ماگزیلاری هم که خود ماگزیلار رو میسازه. عرض کردم که دوتا مدیال نازال پرومیننس میتونیم بگیم اینتر ماگزیلاری سگمنت، چون بین دوتا ماگزیلاری پرومیننس هست. بعدن این اینتر ماگزیلاری فیلتروم لب بالا، جایگاه چهاردندان اینسیزی و فک بالا و پرایمری پلیت رو میسازه. سکندری پلیت از پالاتین شلف ها که ساخته میشن، تک تک شلف میشن، جمعشون میشه شلفز. این ماگزیلاری پرومیننس این زبانه. این اول به شکل عمودی در طرفین زبانن که حالا از زیر داریم از دهان نگاه میکنیم. این سپتوم بینیه، به طرف بینی داریم نگاه میکنیم. این کام سخته. این پرایمری پلیته. این رنگ صورتی در واقع پالاتین شلف های ما هستش. ببینید نسبت به تصویر قبلی حالت افقی قرار گرفتن و زبان هم اومد پایین. قبلا اینا در طرفین زبان آویزون بودن. اینم سپتوم بینیه. دوباره همین تصویر پرایمری پلیت رو نگاه کنید. تو گام بعدی اینا به هم جوش میخورن، سپتوم هم، و نهایتا نگاه کنید که ما این کام سخت هستش و کام نرم در عقبش شکل گرفته. الان نگاه بکنید که اینجا این سیزی فورامن جلوش، این ناحیه محدود پرایمری پلیته که از اینتر ماگزیلاری سگمنت بود و این ناحیه صورتی در واقع از پالاتین شلفز ها هستن که با هم جوش خوردن. گفتم پروسه پیچیده ایه و حالت نرماله. گاهی ممکنه شکاف داشته باشیم، شکاف لب یک طرفه،
شکاف یک طرفه لب و کام، شکاف دو طرفه لب و کام، شکاف کام و شکاف یک طرفه کام و لب. عواملی که باعث این شکاف ها میشن و این ناهنجاری ها مولتی فاکتوریالن، یعنی هم ژنتیک هم محیط. ثابت شده مثلا در خانواده ای که یک نوزاد دارن شکاف کام دارن، شیوع در نوزاد بعدی باز بالاتر میره. اگر یکی از والدین شکاف لب یا کام داشته باشن، احتمال اینکه فرزندان شکاف لب یا کام داشته باشن بیشتره. پس ژنتیک مهمه. یا مطالعاتی که توی امریکا انجام گرفته، آمریکایی‌های آسیایی تبار و در واقع آمریکایی‌هایی که از آسیا مهاجرت کردن، توی این افراد و خود بومیان آمریکا شیوع شکاف کام این ناهنجاری‌ها در این دو تا نژاد بیشتره نسبت به آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یعنی در آمریکایی‌های آفریقایی تبار شیوع کمتره. و یا مثلا بعضی از تراتوژن‌ها تو مطالعاتی که توی موش انجام گرفته، مثلا دیدن که کورتیزول میتونه باعث افزایش شیوع شکاف کام بشه. پس یک مولتی فاکتوریال ناهنجاری هستش. الان تصاویر طبیعی رو میبینید، شکاف لب یک طرفه، شکاف دو طرفه لب، شکاف یک طرفه لب و کام، شکاف کام. و اما تصویر آخر بهش میگیم اوبلیک فاشیال کلفت، شکاف مایل صورت. ببینیم یعنی چی اوبلیک فاشیال کلفت. شکاف مایل صورت، ببینید توی این تصویر ما این برجستگی بینی خارجی، اینم ماگزیلاری قبوله. ببینید این الان ماگزیلاریه، این آبی برجستگی بینی خارجی. ببین این مرز رو داریم دیگه، یه مرزی داریم بینشون. نگاه کنید، ما تو این مرز اکتودرم زخیم میشه، بعد میره به طرف عمق، ارتباطش رو از دست میده و تبدیل میشه به مجرای نازولاکریمال، یعنی اون زخیم شدگی نازولاکریمال داکت، اون زخیم شدگی اکتودرم که از سطح به وجود میاد میره به عمق، میشه مجرایی که عشق رو تخلیه میکنه به معاتوس تحتانی تو آناتومی. درسته؟ گاهی این مجرا زخیم شدگی ایجاد میشه، تبدیل میشه به یه ناودان، میخواد بره به عمق و روش و پوست بپوشونه، این اتفاق نمیفته، در همون سطح میمونه و به شکل یک مجرای بازه. الان ببینید عشق از این قسمت ریخته میشه مستقیما به داخل دهان. این در واقع نقص در حین دیولوپ این مجرا هستش که بهش میگیم اوبلیک فاشیال کلفت، بین برجستگی ماگزیلاری خارجی، ببخشید برجستگی بینی خارجی و برجستگی ماگزیلاری به وجود میاد. ناهنجاری هایی که در اینجا ببینید، این شکاف کام هست، این ناهنجاری در واقع هولو پروزنسفالی هست که تمام عناصری که در خط وسط قرار گرفتن دوچار ناهنجاری هست. مغز دوچار ناهنجاری هست که الان دیده نمیشه. بعد سینوفتالمیا داریم، یعنی چشم ها هر دوتاشون به هم چسبیدند و جالبتر پایین تر از بینی قرار گرفتن، یه بینی خورتومی شکل داریم به نام پروباسیزیس که اینجا در واقع شما اون رو مشاهده میکنید. و آخرین نکته این مبحث در مورد دیولوپمنت حفره بینیه. ببینید اینا برش میدساجیتاله، این حفره دهان، این شکاف اورال کویتی، اینجا حفره بینیه، اینجا همون نازال پیتای ماست. ببینید وقتی که شکل میگیره این ناحیه، این مدیال نازال پرومیننسه، یعنی ته سوراخ‌های نازال پیت که میریم یه پرده ای اونو از دهان جدا میکنه به نام اورونازال ممبرین. بعدن این اورونازال ممبرین پاره میشه، ببینید حفره بینی با حفره دهان ارتباط برقرار میکنه. وقتی که کام سخت پرایمری و سکندری ساخته میشن، این ارتباط بینی با دهان میره به سمت عقبتر، در واقع میشه ارتباط بینی با حلق. اون سوراخ‌های خلفی بینی ما بهش میگیم نوستریل، چیز کوانا، سوراخ‌های جلویی رو ببخشید میگیم نوستریل.
و در واقع پریمیتیو کوانا ابتدا چون کام سخت شکل نگرفته خیلی فاصلش نزدیک با سوراخ‌های خارجی بینی، ولی وقتی که کام سخت ساخته میشه تو این دوتا شکل اینو نشون میده که کوانا یا سوراخ‌های خلفی بینی دیگه فاصلش با سوراخ‌های جلوی یا نوستریل افزایش پیدا میکنه. خب این هم در مورد بحث سر و گردن. دوستا دقت بکنن، دانشجویان عزیز، این بحث رو میتونن اگر بخوان اسلاید ها رو مشاهده بکنن، میتونن یا از همین فیلم استفاده کنن، یا اگر وضوع کمی داره میتونن از کتاب جنین شناسی لانگمن استفاده بکنن. خیلی ممنون، خدا شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.